چطورها هستین؟ احوال هاتون چطوره؟ خوب ها هستین؟ با درس 19 هم از کتاب Grammar in Use همراهتون هستم. میخوایم در مورد present tense ها صحبت کنیم. I am doing و I do که برای فیوچر استفاده میشن. شما دارین این ویدیو رو از کانال IELTS فارسی میبینید. اگر دوست داشتین ممنون میشم که ما رو حمایت کنین و ما رو به دوستاتون معرفی کنین. ببینین چی میگه توی متن. خود آقای ریمر مورفی چی میگه؟ میگه توی این متن داره برنامه بن رو برای هفته آینده میگه. میگه he is playing tennis on Monday afternoon. He is going to the dentist on Tuesday morning. He is having dinner with Kate on Friday. خب میگه همه این مثال ها بن از قبل تصمیم گرفته، برنامه ریزی کرده برای این کارها که این کارها رو انجام بده. به خاطر همین از حال استمراری استفاده کرده برای گفتن یه چیزی که در آینده قطعیت داره و انجام میفته. همینطور که میبینیم توی موبایلش این برنامه ریزی ها رو نوشته که یادش داره حتما این برنامه ها رو داره که بهشون برسه. وقتی برای یه چیزی، یه هدفی در آینده برنامه ریزی کردید و 100% همه چیشو انجام دادید، از حال استمراری استفاده میکنین برای آینده، برای چیزی که قطعیت داره. حالا موقعی که دارین استفاده میکنین مجبور نیستین به این فکر کنین که آیا این کاری که من میخواهم انجام دهد قطعیت دارد، آیا برای آن برنامه ریزی کردم. ببینید ما تو فارسی هم همینو میگیم. مثلا میگیم دارم میرم تهران. خب همین موقع که نمیری تهران، قراره بری، بلیط گرفتی یا چمدونتو بستی میخوای بری، که میگی دارم میرم تهران. میبینین؟ پس به صورت ذاتی ما اینو استفاده میکنیم، دیگه بهش فکر نمیکنیم. این حال استمراری برای آینده هم یه همچین حالتی باید تو ذهن شما داشته باشه که دیگه بهش فکر نکنین. بدونین آقا آینده‌ای که حتما قرار اتفاق بیفته با حال استمراری میتونه بیاد. میگه I'm doing something، حالا تو پرانتز tomorrow هم برده، یعنی حالا آینده، یعنی من already تصمیم گرفتم و برنامه ریزی های اون کار رو انجام دادم. مثال میگه What are you doing on Saturday evening؟ میگه I'm going to the theater، یعنی دارم میرم تئاتر. What time is Catherine arriving tomorrow? 10:30. I'm meeting her at the station. یعنی کی میرسه؟ اون من قرار اونو ببینم at the station. یعنی برنامه رسیدن اون مشخص، یعنی کاملا معلومه کی میرسه. قراره ببینمش. حتما این کار انجام میشه. توی آینده، بر الان وسط دیدن اون نیستا. اون حال استمراری که میگفتیم برای حال استمراری بود که در حال انجام بود. اینجا داریم استمراری رو برای آینده قطعی استفاده میکنیم. بعدی میگه I'm not working tomorrow so we can go out somewhere. فردا کار نمیکنه، حالا یا تعطیلیه یا مرخصی گرفته یا یه برنامه هست، پس قطعا کار نمیکنه. پس با continuous آورده. Steve isn't playing football next Saturday. Steve هفته آینده فوتبال بازی نمی کنه به خاطر اینکه آسیب دیده. تو قسمت بعدی میگه to be going to هم اوکیه، میتونین توی همین کاربرد به جای حال استمراری بیاریش، هیچ مشکلی نداره. حالا توی درس بعد فکر کنم to be going to رو توضیح میدیم. میگه به جای اینکه تو بگی What are you doing on Saturday evening؟ بیا بگو What are you going to do on Saturday evening؟ هیچ فرق نداره. To be going to و حال استمراری برای آینده یک سالن. اما در ادامه میگه اما present continuous معمولتره، نرمالتره وقتی در مورد قرار و مدار هامون صحبت میکنیم. قطعیتش بیشتره. یه برنامه ریختیم برای انجام یه کاری، به جای to be going to از present continuous استفاده میکنیم.
تو قسمت بعدی میگه وقتی که یه چیزی رو برنامه ریزی کردی براش و قرار انجام بدی، از ویل استفاده نکن برای اون زمانی که در آینده است. از ویل استفاده نکن. اولین چیزی که به نظر ما میاد وقتی داریم در مورد آینده صحبت میکنیم ویل هستش. خب اینجا به ما میگه اگر برنامه ریزی کردی برای یه چیزی در آینده، از ویل استفاده نکن. حالا به درس ویل که برسیم متوجه میشین چرا این حرف رو میزنه. میگه آقا جان بیا از همون پرزنت کنتینیوس استفاده کن، اگه قطعی هست از ویل استفاده نکن. قسمت بعدی هم میگه هر موقع خواستین یه کاری در آینده نچندان دور انجام بدین، یکی از کاربردهای دیگه حال استمراری برای آینده ظاهر میشه. این کاربرد اختصاصاً با فعل‌هایی که مربوط به موومنت هستن استفاده میشه، یعنی فعل هایی که یه تکونی دارن، یه کار فیزیکی میخوای بکنی، مثل go، مثل come، مثل leave. مثلا تو نشستی رو مبل، مامانت بهت میگه داری میری تو آشپزخونه زیر گازم کم کن، حالا تو نشستی یا داری نمیری، تو نشستی، اما داره present continuous مامانت استفاده میکنه حتی تو زبان فارسی برای کاری که تو قراره حتما انجام بدی. جرأت داری نه زیر گازو کم کن. میگه حتما تو میره زیر گازو کم میکنی. حالا مثال های رایم مورفی بهتره. ببینین I'm tired. I'm going to bed now. من خستم، میرم به رخت خواب. الان در حال رفتن به بد نیست، یعنی داره میگه میخوام برم بخوابم دیگه، الان تموم شد، من دیگه باتریم تموم شده، الان باید بخوابم. گرفتین؟ یعنی قطعیه قطعیه، آینده نچندان دوره، یه چیزی هست که یه موومنت هم داره، یه فعلیه که یه موومنت داره، یه اکشنیه که موومنت داره. مثال بعدی میگه جس آر یو ریدی یت؟ بعد میگه یس آیم کامینگ. خیلی ساده است، چیز خاصی نداره. دقت کردین من همه یه ساختارها رو میگم ساده است؟ خب ساده است دیگه، چیکار کنم؟ anyway قسمت بی میخواد بگه از present simple یا I do استفاده میکنیم برای اینکه در مورد future صحبت کنیم. هر وقت خواستین از یک خدمات عمومی استفاده کنین، مثلا مثل هواپیما، آسانسور، سینما، مترو، ایستگاه اتوبوس، هر چیزی، میتونید از present simple به جای آینده استفاده کنین. مثلا قطار یه چیز عمومیه، تایپ تیبلش هم مشخصه، برنامهش مشخصه، معلومه سر ساعت مشخص میاد، سر ساعت مشخص میره. پس اینو میتونیم از حال ساده استفاده کنیم، یعنی قطعیه قطعیه. My train leaves at 11:30, so I need to be at the station by 11:15. قطارم رأس ساعت 11:30 حرکت میکنه، من باید ساعت 11 رو اونجا باشم. حالا در مورد ایران صدق نمیکنه، ولی خب دیگه قطار رأس ساعت مشخصی میره. تو اگر تا ساعت 11:30 نرسی قطار رفته دیگه، بلیتت میسوزه. مثلا ببینیم بعدی داره سینما رو میگه What time does the film start this evening؟ فیلم چه ساعتی شروع میشه؟ تو سینما سر ساعت مشخص اون فیلم شروع میشه، دیگه تو زود برسی یا دیر برسی پای خودته. It's Wednesday tomorrow. Tomorrow is Wednesday. فردا چهارشنبه است. یعنی تو بیا ثابت کن فردا چهارشنبه نیست. یه چیزیه که پابلیک، عمومیه، همه این رو میدونن که فردا مثلا چهارشنبه است. پس نیازی به will نداره، نیازی به to be going to نداره. اینو میتونی با present simple بیاری خیلی راحت. حالا در مورد قسمت بعدی هم دوباره در مورد یک تایم تیبلی که فیکس شده است میگه برای صحبت درباره برنامه هایی که به شدت فیکس شدن و از طرف شما و از طرف شخصی که بهش مربوطه یه کاری کاملا فیکس شده، ارنج شده است. اینقدر قطعیتش روشنه که مثل روز روشنه، مثل خود حال ساده که میگفتیم خیلی قطعیتش بالاست.
مثال رو ببینین. I start my new job on Monday. یعنی بین تو و اون محل کارت یه تایم تیبلی هست که تو از ماندی کارت رو شروع کنی. پس اینو میتونی از present simple استفاده کنی. مثال بعد، What time do you finish work tomorrow? فردا چه تایمی کار تموم میشه؟ کسی که این درس 19 همه گرامر این یوس رو نخونده، با این کاربرد حال ساده آشنا نیست، ممکنه اینو ببینه بعد بگه تو داری اشتباه میکنی، چرا دو میاری وقتی تمارو داری میگی. داره رهای ری مامورفی و میگه هیچ اشکالی نداره، تو میتونی از حال ساده برای تمارو استفاده کنی، چون داری در مورد پلان هایی که فیکس هستن مثل تایم تیبلن صحبت میکنی. حالا قسمت بعدی میگه اما پرزنت کنتینیوس معمولتر استفادهش برای قرارمدارهای شخصی. مثال میگه What time are you meeting on tomorrow؟ چه تایمی فردا آن رو میبینی؟ ببین اینجا یک ارنجمنت، یک قرارمدار شخصیه، یک برنامه شخصیه. اما اونجا که در مورد پرزنت سیمپل میگفتیم پابلیک بود، یادتونه؟ اینجا پرسنالش کرد، گفت پرسنال رو بیا با حال استمراری بگو، پابلیک رو من گفتم که بیا با حال ساده بگو. آیا نمیتونیم به جای همدیگه بگیم؟ میگه معمولتره، میتونی بگی ولی معمولتره، نترالتره. حالا مقایسهشون رو ببینید. میگه What time are you arriving؟ چه زمانی تو میرسی؟ خب اونجا میگه What time does the train arrive؟ ترین مال تو نیست که، شخصی نیست که، ترین واسه همه از پابلیکه. اینو با حال ساده بور. I'm going to the cinema this evening. من میخوام برم به سینما. دارم میرم، مثلا دوستمو میبینم میگم دارم میرم سینما، نمیای؟ حالا همون لحظه که نمیرم، صبح دارم اینو میگم، دیروزش دارم میگم، اما قرار حالا فردا یا بعد از ظهر برم سینما، ازش دارم دعوت میکنم، میگم دارم میرم، نمیای؟ شخصیه. اما اون طرف میگم the film starts at 8:15. چرا اینا با حال ساده آوردیم؟ به خاطر اینکه فیلمی که پخش میشه فقط واسه من یه نفر که پخش نمیشه، تو سینما یالم آدم دارن میبینن. میگه اینو بیا با حال ساده بگو. این هم بود از درس 19 هم گرامر این یوز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر چنین بوده ممنون میشم ما رو حمایت کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. عالی باشین.